حجت فدایی کارشناس اینترنت و فناوری از ونکوور و عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما هستند. با آقای فدایی شروع می‌کنم. آقای فدایی، چیزی که برای من جالب توجه کرد اینه که عجیبه و جالبه که کشوری به این پهناوری اینقدر سیستم متمرکزی داره که همه کشور رو میتونه از پا بندازه. بله، همونطور که قبلا هم معاون اجرایی همین سامانه سوخت اعلام کرده بودن، سیستم رو اومدن بعد از حمله‌ای که در دو سال پیش صورت گرفت ایزوله کردن و اومدن از مدار اینترنت خارجش کردن، دسترسی رو قطع کردن و این سیستم رو متمرکز کردن. یکی از علتاش همین است. عجیب اینه که با اینکه این سیستم به اینترنت دسترسی نداره، بازم این اتفاق افتاده که در سوالات بعدیتون توضیح خواهم داد. میتونیم همین الان ادامه بدیم؟ حدس میزنم با اینکه به اینترنت متصل نیست ولی یک شبکه داخلی منسجم با یک کنترل مرکزی، اینطور نیست؟ بله، این یک شبکه داخلیه که تمام جایگاه‌ها به سامانه هوشمند سوخت متصل هستن و ارتباطشون هم همه با هم دیگه قطع هست به خارج از این سامانه. مسئله اصلی که این هست، اگر همونطور که آقای سرمیلی گفتن بعد از دو سال پیش این سیستم وارد این فاز شده باشه، دو حالت بیشتر نمونه تا بشه یه همچین سیستم رو هک کرد. حالت اول اینه که یک نفر دسترسی فیزیکی داشته باشه به سرورها و داخل مجموعه باشه که اون وقت یک خرابکاری داخلی محسوب میشه. حالت دوم اینه که این گروهی که این حمله اول رو صورت دادن، تروژانی در داخل سیستم گذاشتن که اینها موفق نشدن اون تروژان رو پیدا کنن و اون تروژان سر زمان معینی دوباره شروع به کار کرده و این مشکلات رو در سیستم به وجود داره. غیر از این دو حالت برای سیستم های DMZ یا سیستم هایی که به اینترنت متصل نیستن حالت دیگه ای نمیشه متصور شد جناب فرزاد. آقای حسینیان، این چقدر نشان از شکننده بودن سیستم داره در نظام اقتصادی ایران؟ درود به شما، وقتتون بخیر. من در تکمیل حرفای دوست عزیز مهمون عزیزتون بگم که من امروز با بچه‌ها خبرنگارا انرژی تو چت روم اینا صحبت می‌کردیم. من نمی‌دونم، سواد IT اونقدی نیست. دوستانی که در شرکت نفت بودن می‌گفتن که کسانی که این برنامه رو هندل می‌کردن در وزارت نفت و شرکت ملی نفت پالایش و پخش، تعداد زیادشون رفتن کانادا مهاجرت کردن و اون کسایی که تا سال پیش مسئول پشتیبانی این برنامه بودن، بخش زیادشون الان مهاجرت کردن و در کانادا هستن. حالا من دیگه نمیدونم چقدر میتونه این چیزی که دوست عزیزمون گفت ربط داشته باشه به این موضوع. اما در رابطه با این اتفاق، من دوست دارم در رابطه با سوال شما این موضوع رو عنوان کنم که همونجور که تو صحبت‌های شما هم بود، این گروهی که مسئولیت رو بر عهده گرفته، سال پیش هم ما یه انفجارهایی تو فولاد داشتیم، صنعت فولاد داشتیم. من میخوام اشاره کنم که ما دقیقا از شروع جنگ اسرائیل، دوستانی که تو شرکت نفت و صنعت نفت بودن تو همین گفتگوهای خودمانی تو این چت‌روم‌ها میگفتن که خدا به خیر کنه ما بعد کم کم روبرو خواهیم شد با اتفاقهای یکهویی و یک دفعی در صنعت و صنایع مختلف، به ویژه پالایشگاهی. ما چند روز، دقیقا یه هفته بعد از حمله حماس به اسرائیل، یه انفجار عجیب غریب در پالایشگاه در نیروگاه پرند داشتیم که 3 تا از بچهای مبنا اونجا کشته شدند. در هفته های اخیر چند تا انفجار یک هویی و یک دفعی داشتیم در پالایشگاه های کشور که 2 تاشون همین هفته بودی که گذشته. من حس میکنم که ساختار خیلی فشله، انقدر ساختار امنیت سایبری جمهوری اسلامی فشله و پولی هزینه نمیشه و اگر همیشه دست یک عده‌ای میره که عملا میان کار رو میگیرن، پروژه رو میگیرن، نیروهای خودی هن، فاکتورهای عجیب و غریب رو میگیرن، فاکتورها رو میدن خدمت آقایون، پولا رو به جیب میزنن، نتیجهش چیزی که عاید نظام کشور این سیستم ها میشه، چیزی که الان داریم میبینیم به این فشلی و به این درب و داغونیه. و نکته دیگه که من خیلی دوست داشتم بگم چون میدونم وقت کمه اینه که آقای رئیسی طبق معمول در شبکه اجتماعی که خودشون فیلتر کردن توییتر به وزیر نفتشون نامه اداری زدن که رسیدگی کنین و این مشکل حل بشه. حالا اینکه چرا تو توییتر زده، چرا تو اتوماسیون اداری نزدن و چرا اینکه چجوری قرار حل بشه، یعنی اگر وزیر نفت این دستور نمیدادن این مشکل رو حل نمی کردن، یه بحثیه. و اینکه آقای رئیسی سال پیش دقیقا همین موقع یه اطلاعیه هم داده بود، یه نامه هم زده بود که درخواست کرده بود که فقر مطلق کشور تا امسال باید ریشه‌کن بشه، که فکر میکنم اون باید و این باید و بایدهای بعدی که ایشون می‌نویسن را در این شبکه‌ها می‌ذارن، نتیجه‌اش همین میشه که مردم ایران
اینجوری اسیر شدن و معلوم نیست چه وضعیتی در پال در جایگاه بنزین تا فردا اتفاق بیفته. آقای فدایی، به گمانم مسئولان جمهوری اسلامی هم میدونن که وقتی موضوع مهمی مثل شبکه سوخت‌رسانی اینقدر نظام متمرکز شبکه‌ای داره، بحران‌های اینچنینی خب میتونه خیلی هزینه سنگینی داشته باشه. چقدر منصفانه است به نظرتون اگر بگیم یه مشکل بحرانی امنیت شبکه داره به طور کلی ایران؟ ببینید جناب فرزاد، در این مورد خاص یه سری گزارهای معنادار هست که اگه کنار هم بذاریم میفهمیم از کجا ضربه خوردن. یکی عکس‌هایی که این گروه منتشر کرده، نوع اطلاعاتی که بهشون دسترسی پیدا کرده، مدت زمان ترمیم، زمانی که این اتفاق 2 سال پیش افتاد 50 خورده‌ای ساعت طول کشید تا سیستم کاملا به حالت اول برگشت و الان هم میبینیم که داره زمان میبره. این نشون دهنده اینه که یه بخش بزرگی از دیتا از بین رفته. این دیتا بانک ریدندنسی و پشتیبانی آنلاین همزمان نداشته، مجبور هستن بکاپی رو که از قبل دارن جایگزین و بارگذاری کنن که زمان بره و بعد مجبور هستن ما و تفاوت اطلاعات رو در زمانی که این بکاپ گرفته شده تا به حال رو به صورت دستی آپدیت کنن. این گزارها رو وقتی کنار هم می‌ذاریم متوجه میشین که این سیستم از ابتدا اشتباه طراحی شده. یعنی همونطور که شما گفتیم وقتی همه این سیستم به یک دیتابیس متصل باشن، به محض اینکه اون آسیب ببینه تمام سیستم مختل میشه و این اشتباه است. مسئله دوم و بسیار مهم اینه که جناب فرزاد، هر سیستم حساسی مخصوصا مثل سامانه هوشمند سوخت باید یه دیزاستر ریکاوری پلان داشته باشه که در زمانی که این اتفاق میفته به صورت اتوماتیک سوئیچ کنه رو سیستم ریداندنسی یا پشتیبان که سیستم از کار نیفته تا زمانی که سیستم اصلی مشکلش حل شه. اینا حتی این پلان ساده رو که در تمام این سیستم‌ها پیش‌بینیشه نه تنها ندارن، بلکه بعد از حمله 2 سال پیش هم براشون یه درس عبرتی نشده که ما بیایم این دیزاستر ریکاوری پلن رو طراحی کنیم تا اگر مجدد همچین اتفاق افتاد سریع این سیستم رو وارد و جایگزین کنیم تا زمانی که بتونیم سیستم اصلی رو حل کنیم. و این هم قسمت بخشی از سیستم فشل نظام جمهوری اسلامی دیگه. ممنونم از هر دوی شما آقایون، حجت فدایی کارشناس اینترنت و فناوری از ونکوور و عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین.